سلام به شما عزیزان در ایران، هر کجای ایران و هر کجای جهان که در این ساعت به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشستید. جمشید چالنگی هستم، از واشنگتن نسبتاً گرم با شما خواهم بود در ساعت روبرو پیش رو. در نیم ساعت نخست برنامه آقای منصور اوساندو با من و شما هستند، فعال کارگری و سندیکایی. مرور میکنیم مهمترین خبرها رو در عرصه کارگری ایران، آنچه که در معدن بافق میگذرد، چه کس یا کسانی مسئول قتل علی چراغی هستند در پایتخت ایران، وضعیت کارگران در دیگر نقاط کشور، کارگران طرح نیشکر هفت‌تپه و بقیه واحدهای صنعتی و نیز وضعیت کارگران به ویژه در زندان ها. با شما عزیزان خواهیم بود همراه با آقای منصور اوساندو تا لحظاتی دیگر. آقای اوساندوی عزیز، با سلام به شما در نیوجرسی. سلام به شما و همکاران محترم و بینندگان عزیزمون. آقای اوساندو، بگذارید از وضعیت کارگران بافق آغاز کنیم. معدن بافق و اعتصاب گسترده‌ای که در این منطقه هست، از شما میشنویم. متشکرم از این اهمیتی که به این اتفاق مهم دادید. اینها میان برای بازداشت کارگرا، آقای امیرحسین کارگران و علی صبری از نمایندگان کارگرا رو بازداشت میکنن، ولی برای بازداشت کردن 16 کارگر دیگه اینا به نتیجه نمیرسن، چون کارگرا به هم دیگه خبر میدن و این کارگرهایی که میخواستن بازداشت کنن در کنار بقیه همکاراشون قرار میگیرن و از همون شب وارد اعتصاب و تجمع بزرگ میشن. یعنی 5000 کارگر شاغل در معدن باف میستن برای اینکه این دو کارگر همکارشون رو آزاد بکنن و جلوی دستگیر شدن اون 16 نفر دیگر رو بگیرن. این یک تحول حساسی در اعتراضات کارگری ماست که جلوی بازداشت شدن همکارانشون رو میگیرن. به همین دلیل هم میبینیم که چهارشنبه، حالا از طرف کدوم نیروی حکومتی، ماموران یگان ویژه پلیس وارد معدن میشن و با کارگرها تا حدی به اصطلاح مماشات میکنن، اما سعی میکنن که اون 16 کارگر دیگر رو هر طوری که هست پیدا بکنن و بازداشت بکنن، که کارگرها مخالفت میکنن و جلوگیری میکنن از بازداشت همکاراشون. این آقای بافقی که خودشون به عنوان سخنگوی شورای شهر این صحبت رو کردن، گفتن که آقای محمد عباسی بافقی، ما امیدوار بودیم که صدای کارگران شنیده شود و به مطالباتشان رسیده شود، اما در اقدامی تحریک آمیز نیروهای ضد شورش در معدن مستقر شدند. از سوی دیگه کارگران اعلام کردند ما از همه کارگرای ایران، مردم ایران، همشهریامون در شهرستان بافق میخوایم که از ما پشتیبانی کنن و برای آزادی اون دوتا همکارمون و جلوگیری از دستگیر شدن این 16 همکار دیگه از ما پشتیبانی کنن و این تبدیل بشه به جنبش سراسری. هست که خبر آخر اینو دادن که شما از این 16 کارگری که به معدن پناه برده بودن رو گویا پلیس دستگیر کرده و عده دیگه از اونها فرار کردن. البته این خبری که ما داریم 100% هنوز تایید نشده، این دستگیری چند نفر از 16 نفر. آقای اوساندو، خب
آدم یاد شعر وحشی بافقی میفته، شاعر گرانقدر ایران. البته شعر و شعر معروف وحشی بافقی به عاشقانه است، مربوط به زمانی که میشد عاشق شد، حتی در بافق، بافق عزیز. و این هست الان درباره کارگران بافق هم صادق هست: دوستان شرح پریشانی من گوش کنید، داستان غم پنهانی من گوش کنید، قصه بی سر و سامانی من گوش کنید، شرح این ناله جانسوز نگفتن تا کی و بالاخره تا آخر اگر مصرعی جا به جا شده اهل فن و ادبیات بر من خواهند بخشید و مردمان نازنین بافق. پرسش من این هستش که آیا اصلا این معدن دولتی است یا خصوصی؟ معادن تا جایی که به خاطر دارم به خصوص معادن بزرگی مثل این معادن سنگ آهن بافق یا چادر ملو یا اردکان که به نوعی تأمین کننده غذای صنعت ذوب‌آهن و فولاد کشور هستند، چه اون بخشایی که به عنوان معدن سنگ آهن هستن، چه اون معادنی که در البرز شرقی و شمالی و البرز غربی به عنوان تأمین کننده زغال سنگ سوخت کارخونه. ولی به تدریج در دولت جمهوری اسلامی به بهانه اصل 44 و خصوصی سازی کردن، چون ما در ایران شما میدونید که بعد از انقلاب تمام و کارخونه و شرکت های بزرگ خصوصی هم به دست دولتی ها و حکومتی ها افتاد، اینها به بهانه خصوصی سازی کردن و اصل 44 قانون اساسی خودشون، خدازه اصل 44 میگه که اول دولتی، بعد تعاونی، بعد خصوصی، ولی اینا آمدن آخری و اول گرفتن که خودمانی کنن در اصل، یعنی سران سپاه، فرماندهای نیروی انتظامی، مدیران بخشای دولتی و اطلاعات، هر کدوم اومدن یه شرکت خصوصی به سر رسوندن، بعد این تشکیلات بزرگی که متعلق به همه مردم ایران بوده و حتی بعضیش متعلق به یه بخش خصوصی واقعی قبل از انقلاب بودن، اینو صاحب شدن به عنوان خودمانی سازی. یعنی چی؟ یعنی اومدن یک دهم قیمت، حتی بعضیش یک صدم قیمت واقعی معادن این کارخونه ها، این صنایع بزرگ رو به نام خودشون کردن و بعد معلوم نیست با کدوم قراردادها، بدون خبر مردم، بدون اینکه کارگرها خودشون در اونجا کار میکنن هزاران نفر خبر داشته باشن. خب اگه خصوصی سازی بشه یه جایی باید مزایده گذاشته بشه، چه بسا خود این کارگرها، کارمندایی که اونجا کار میکنن بیان سهام رو بخرن و یه خصوصی واقعی بشه که خصوصی اجتماعی بشه. قوانین قبل از انقلاب، یعنی قوانین قبل از انقلاب، اگه کارخونه خیلی میخواست سهامش رو بفروشه، مقدم بودن کارگران و کارکنان اون شرکت ها که اول سهام به اونا عرضه بشه. درست بر شما. و این جلوی راندخوری و تمرکز ثروت و اقتصاد در دست یه عده آدمی که نه متخصصش هستن، نه توانایی انجام این کار دارن، فقط قدرت نظامی و حکومتی پشتشون هست، اومدن و این وضعو به وجود آوردن که حالا کارگرها دیدن در هر جایی که این خصوصی سازی شده همه اون امکاناتی که حتی در قبل از انقلاب مثلا داشتن، خیلی از امکاناتی که به عنوان سود سهام، به عنوان دخالتشون در مدیریت ها، مدیریت مشارکتی، نظر مشورتی برای تولید، برای بالا بردن دستمزد، داشتن سندیکا قانونی بود اون موقع، تو قانون کار بود، حالا یه دخالت های مطرف ساواک جایی میشد ولی بود و اون نقش بسیار مهمی داشت در اینکه یک تعادلی در مدیریت و به اصطلاح توزیع درآمد عادلانه بشه. ولی الان این اعتراض به خاطر این است که حتی شما میبینید خود شورای شهر و مقامات شهری هم که با همین اقتصاد معدن میدونن شهرشون میگذره، کاسبای خورده پا، بازاری های همون شهر کوچیک بافق هم از معدنچی ها حمایت کردن دفعه قبل، همراه اونا رفتن تو معدن نشستن، تحصل کردن و اعلام پشتیبانی کردن. چرا؟ چون میدونن که اگه دسته این خودمانی به سر شده ها برسه، این خصوصی سازی های دروغی، اصلا احتمال بستن این معدن هم خواهد رفت در آینده، کما که در ده ها جا این اتفاق افتاده و الان اقتصاد صنعتی تولیدی ایران تقریبا 70% نابود شده و کار افتاده و آمارش وجود داره، آمار دولتیش. به همین دلیل این اعتصاب دوباره، این پشتیبانی و این حفظ 16 نفر از همکارا و درخواست آزادی دو همکار دیگه از سوی کارگرا باید مورد توجه همه رسانه‌ها مثل شما دوستان من بشه، در سطح ایرانی خبر رسانی بشه
در بین اون کارگرایی که فعالن، اون کارگرای دیگه که هم درد اینا هستن، آموزگارای محترم که 1 میلیون نفرن در سراسر ایران، این حس پشتیبانی به وجود بیاد که اگر ما در یه جا موفق شیم و جلوی بازداشت اون 16 نفر دیگه کارگرا رو بگیریم، هممون همت کنیم به نوعی اونجا نماینده‌هامون رو بفرستیم، به نوعی ارتباط برقرار کنیم و پیام‌های پشتیبانیمون رو از کارگرای معدن بافت بفرستیم، یک جنبش جدید اجتماعی همبستگی میتونیم ایجاد بکنیم که حکومت رو وادار به عقب نشینی بکنه. کما که دفعه قبل هم همین ها که اومده بودن مجبور شدن عقب نشستن و حالا با یک ترفند دیگه برای دستگیری 18 نفر از نماینده های کارگر رو میخوان بترسونن و خوشبختانه آگاهی 5000 نفر به جای رسیده که تا حالا نذاشتن که بقیه این 16 نفر رو ببرن و این یک نقطه به نظر من کیفیست در مبارزات کارگری که طی این چند ماه اخبارش رو با همدیگه دنبال کردیم. همونطور که آقای حسندو هم اشاره کردن، پیش از انقلاب قوانینی وجود داشت که امکان فعالیت سندیکایی میداد به کارگران در واحدهای مختلف صنعتی، هرچند در مقدمات راه بود تشکیل این سندیکا، اما به هر حال به گفته آقای حسندو نیز نقش و نقش مفیدی داشتند. من نیز اشاره کردم که سهام کارخونجات یک اصل بود در قوانین جاری پیش از انقلاب. کارگران در سود ویژه نه تنها سهیم بودند، بلکه سهام کارخونه ها در صورت فروش عرضه شدن به کارگران واگذار می شد، همچنان که بسیاری از کارخانجات واحدهای صنعتی موجود در ایران پیش از انقلاب، از جمله صنعت اتومبیل سازی ایران که بنیانگذارش برادران خیامی و سپس محمود خیامی، آقای محمود خیامی بود، سهامی رو به کارگران واگذار کردند و علاوه بر اون در سود ویژه کارخونه ها شریک بودند و همینطور فولادسازی اهواز، آقای رضایی و بقیه کسانی که بودند در واحدهای صنعتی کشور و نقش اساسی و زیربنایی داشتند در ساختن صنعت ایران که رو به پیشرفت داشت. از نظر اقتصادی نیز ایران در حال پیشرفت بود که انقلاب و قاضیان شرع انقلاب، چپ و راست با انقلاب، از جبهه ملی تا حزب توده از راه رسیدند و ایران به راه دیگری رفت که امروز نتایج اون رو بر سفره خونه خود میبینید و در چهار دیواری منزل خود و در آینده جوانان و فرزندان خود. با شما عزیزان خواهی بود تا لحظاتی دیگر. آقای حسندوی عزیز، ببینید صحبت کارفرمایان بود، بعد از انقلاب هم گفته میشه ما دنبال خبرهای بیشتری هستیم، از جمله درباره آقای خسروی، معافرید خسروی که به سرعت اعدام شد، معلوم نشد چه اتفاقاتی افتاد و برادر ایشون هم نامه سرگشاده‌ای به آقای خامنه‌ای نوشته، مهرگان امیر خسروی، که آقا بیاید رسیدگی کنید به طور شفاف، هر چه کس بگید و اظهارتون هم برادرشون بیگناه بود و خود ایشون، ایشون هم به طور غیابی به 20 سال زندان محکوم شد. ببینید نکته این هستش، چرا این اتفاقات در پس پرده ای از ابهام میمونه؟ من بارها گفتم که این روحانیت شیعه آبرویی برای عقیل برادر امام اول شیعیان نگذاشت، که این برادر نابینا دید خب برادرش خلیفه است، آمد و گفت دشت سن رو به ما بده، ما زندگیمون لنگه. گفته میشه امام اول شیعیان دست این برادر کور رو گرفت بر آتش و که تو از این آتش هایی میترسی، ما هم از آتش جهنم میترسیم، پس تو میخوای من به جهنم برم. و این دیگه آبروی برای این عقیل که بابا یا پدر همون مسلم هم بود ظاهره، یعنی امیدوارم اشتباه نکرده باشم از نظر روایت مذهبی شیعه، در حال نگذاشتن. اما چطوری هستش که هیچ کدوم از اینا علنی نمیشه، نمیان بگن آقا محمد فرید و خستبیل چه کرد یا بقیه چه کردن، کارفرمایانی که پشت پرده محکوم میشن به اعدام یا زندان های تبلیغ.
مسئله اساسی اینه که این حکومتی که باهاش درگیر شدیم بدبختانه در ایران به عنوان حکومت دینی و با استفاده از تعصبات مذهبی بخشهایی از جامعه هنوز داره حکومت میکنه، خب فاسدترین حکومتی است که بنیانهای اقتصاد کشور رو برباد داده و با رانتخوری و استفاده از دلارهای نفتی هر کاری دلشو خواسته کردن و میلیاردها میلیارد دلار سرمایه مردم ایران رو از کشور خارج کردن و در بانکهای مختلفی که لیستش رو CNN چند وقت پیش داده بود سرمایه گذاری کردن. همچنین رویتر یک گزارش داد که بیش از 100 میلیارد دلار از درآمد و اقتصاد مردم ایران زیر نظر شخص ولایت فقیه است در بنیادهای مختلف مربوط به تحت پوشش همین ارگان ولایت فقیه. امثال آقای مهافرید خسروی و دیگرانی که در بخش‌های صنعتی به نوعی برای این آقایون به عنوان همکار حساب شدند و اینها رو دعوت به کار کردن با توجه به ویژگی‌های فردی و استعدادهایی که داشتن، خب اومدن یک بخشی از مشکلات این حکومت رو حل کردن. مثلا در صنایع فولاد اهواز همین آقای مهافرید خسروی وارد شد، حتی در قضیه خرید و فروش تیم‌های فوتبال و بعد اینطوری که در اخبار اومد آدمی که بود موفق بود در آلمان هم تونسته بود تحصیلات عالیه‌ای بکنه و در امر اقتصاد آدم موفقی بود و دوستان دوران دبیرستانی آقای مشایی بود و مشایی ایشون رو دعوت به همکاری کرد بعد از اینکه با احمدی نژاد به قدرت دولتی و اجرایی رسیدن و ایشون قربانی نشناختن سیستم مافیایی وحشتناک جمهوری اسلامی شد که هم اومد به اینها میلیاردها میلیارد پول رسون، هم اومد خیلی از صنایعی رو که خابیده بود راه اندازی کرد، حدود 17800 شغل ایجاد کرد. و دلیل اتفاقا کشتن امثال ایشون که این است که اینا توی بخش صنعت و تولید وارد میشن و قدرت خلاقیت خودشون رو نشون میدن که میشه حتی در درون همین سیستم هم اگر اصولی رو رعایت کرد یک صنعت موفقی رو ایجاد کرد، چون امکاناتش در کشور ما هست، انسانهاش تو کشور ما هستن. در نتیجه موقعی که جنگ قدرت شد بین طرفدارهای آقای احمدی نژاد و مخالفاش برای اینکه تقسیم قدرت و ثروتی رو از نو بکنن، با پرونده‌ای که پای مهافرید خسروی کشیدن وسط و از طریق اون پای برادران لاریجانی رو کشیدن وسط با همدستی مرتضوی که غارتگر صندوق تامین اجتماعی و قاتل مقتولین با حکمی که داده در کهریزک و قبل از اون بوده است، مهافرید خسروی پرونده ای درست کردن. ایشون دهانش که باز شد بعد از یک سال و نیم زندان دو سالی که بود شروع کنه به افشاگری که میلیاردها میلیارد پولی که از جانب ایشون گیر آقا مشتاق خامنه ای سران سپاه دیگر حکومتی ها محسنی اژه‌ای و امثالهم آمده است، با شدت عمل با ایشون رفتار کردن و حکم اعدام رو دادن و محسنی اژه‌ای حتی اجازه نداد ایشون نفس بکشه و اونطور به قول شما با سرعت اعدامش کردن. ایشون در بخش صنعت و تجارت صنعت که وارد شد کار خطرناکی کرد، چون اساس سران جمهوری اسلامی با تولید و صنعت نظر موافقم ندارن، مگر اینکه در بخش‌های مربوط به تولید و نفت و گاز و پتروشیمی و چیزایی باشه که مستقیم داره تو جیبشون میره سوداشون، بازم با همون بهانه خودمانی سازی. ولی شما نها کنید بابک زنجانی و رضا زراب ها و امثال اون و مرتضی رفیق دوست که از اون پرونده 123 میلیارد خلاف به عنوان یک شریک بانکی بود مونده و میلیاردر شده و در بنیاد مستضعفان همه کار شده، ولی آقای فاضل خداداد اعدامش کردن که رئیس بانک ملی بود که حسابها به نامش بود. این یه فرایندیه که در یه حکومت مافیایی که پشت پردش زد و بندهای افسانه میلیاردها دلار و یورویی هست، برای اینکه مردم گوشه های واقعی فساد حکومت و قله حکومت که بیت رهبری هست و آقا مشتاق پسرش و خانوادهش و بقیه سران حکومت در این زد و بندها دستشون رو میشه، امثال مهافریدها رو زودی به طناب دار میسپرن یا میکشنشون. دخترشم در این بحثایی کرده بود، همینطور مهرگان رو که الان زندانیه فقط یه چیز خواسته، همون که شما گفتید، افشای واقعی و دادرسی واقعی در جلو چشم مردم نسبت به این پرونده تا این جرم واقعا معلوم بشه چی هست. الان مهافرید خسروی هست که گفته میشه کارآفرین بوده و به هر حال درگیر باندهای مافیایی بوده، کشته میشه در پرده از ابهام. اون طرف هم میبینیم کارگری علی چراغی کشته میشه، بعد کی بود من نبودم.
معلومه چه کسی مسئول هست در این مسئله. ببینید این حکومتی که به چه دلیل میگیم حکومت پیشا سرمایه داری و یا فاشیستی یا حکومت قرون وسطایی، چون با هیچ بخشی از جامعه سر سازگاری به عنوان نیروهای انسانی که صاحب حقوقی هستن نداره. علی چراغی کارگری که با یه وانت پیکان بیکار شده حالا داره زایات جمع میکنه تو منطقه تهران، باز تهران، خیابون 196 شرقی، ناحیه 4، منطقه 4 شهرداری، پیمانکار استخدام میکنن به عنوان سد معبر، غیر قانون اندر غیر قانون، چون سد معبر یک کسی است که باید بره با مردم روبرو بشه، حرف بزنه که آقا اینجا بساط نکن، اینجا لوازم نذار، اینجا غیر قانونی، قانونی، یعنی یه روابط عمومی آموزش دیده باشه. ولی طبق چیزی که در خود شهرداری هست میگن قلچماک ها رو برای بخش سد معبر شرکت های گردن کلفت لاتولوش به عنوان پیمانکار میان توی سد معبر استخدام میکنن که چیکار کنن، یه بنده خدایی که داره یه لقمه نون واسه زن و بچهش در بیاره یقه اونو بگیرن، اگه زورشون برسه اموالش هم ضبط کنن، خودشون ملاخور بکنن، اگرم اون کارگر مقاومت کنه تازه بزنن بکشن. آقای علی چراغی با بچهش با این وانت میرفته، اهالی اون محل در خیابون 196 گزارش خودشون دادن، گفتن ما دیدیم ایشون داره با 3 نفر 4 نفر جر و بحث میکنه، یه ماشینی که مزدای شهرداری، آرم شهرداری رو درش بود و از این دو کابینا که پشتش وانته 4 نفر بودن و به ایشون میگفتن این ماشین تو توقیفه و ایشون چرا من یه کاری نکردم، من امروز نه بلنگو دارم نه زایاتی خریدم، پسر 14 سالش هم همراهش بوده، به پسرش میگه بابا بگو بشین تو ماشین من ببینم اینا چی میگن. بعد بهش میگن که این ماشین تو ما باید ضبط بکنیم، بچه تو پیاده کن، ما باید ماشین تو رو ببریم. میگه آخه با کدوم حکم دادگاه، حکم قوه قضاییه، مگه شهر هرت شما 4 تا شخصی مثل من؟ کار به درگیری میکشه، منجر به جر و بحث میشه. ایشون میگه خب من به پلیس 110 میگم که شما میخواین ماشین منو بگیرید، موبایلش رو در بره که به پلیس تماس بگیره، اینا میرزن سرش کتکش میزنن، درگیر میشن، پیرن یکی اونو پاره میشه و ایشونو خیلی کتک میزنن. اهالی محل میان سوا کنن میبینن که یکی از اونا رفت از عقب ماشین یه چیزی آورد، 5 بوکس تو مشتش کرد، کوبید پس سر این آقای چراغی و این افتاد تو خیابون. خودشون ترسیدن چی شده، دوتاشون علی چراغی رو بلند میکنه بین سرپا و همسنه نشد افتاد، میترسن شروع میکنن به فرار کردن، سوار وانت میشن و دوباره که رفتی پسرش هم که حتی اومده بوده لحظه آخر باباشو ببینه، اینا فکر نمیکرده کشته باشنش، پسر بچه رو کتک زده پرت کردن و اینا رو همه رو هم خود پسر آقای چراغی، هم همسرش، هم اهالی محل که صحنه وحشتناک رو دیدن تعریف کردن. این وضعیت و نون در آوردن یک مرد برای زن و بچهش است. من متاسفانه مردم میگن اگه ما شاید 2 دقیقه زودتر دخالت میکردیم تو جهر بحث اینا ایشون کشته نمیشد، ولی اینقدر خود مردم هم ترسیدن که اگر در یه چیزی دخالت بکنن خودشون هم یه بلایی سرشون بیاد هیچ کاری نمیتونن بکنن. خلاصه یکی دوتاشون شماره این وانته رو برداشته بودن، به پلیس زنگ میزنن، متاسفانه بعد از نیم ساعت آمبولانس و ماشین پلیس میاد که خب تو اون نیم ساعت جونش از دست میده آقای چراغی. و امروز من شنیدم که 2 نفر از اون کسایی که ایشونو ضرب و شتم کرده بودن با همون شماره ماشینی که داده شده بود رو پیدا کردن و دستگیر کردن. و جالب اینه یکی از مسئولین شهرداری رفته اونجا و گفته یه نفر اینجا مثل که پاش پیچ خورده زمین، چی شده؟ ذهن مردم هم گم کنه. و قالیباف به عنوان شهردار هیچ مسئولیتی نپذیرفته، شهردار منطقه هیچ مسئولیتی نپذیرفته. خود آخه شهر شما آقای اوساندو، خود آقای قالیباف وقتی که توضیح میده در جنبش دانشجویی گرز و برداشت، چوب و چماق و برداشت، رفت سراغ حضرات زدن و بزن و بکوب، چه از کار کارمند و کارگرش انتظاری دارید که مشخصا به قول شما یه سری آدم های چی میگن گردن کلفت از این حرفا رو استخدام کردن برای این کار؟ خود شهردار، خود آقای قالیباف کار قبلش چه بوده؟ همین بوده که شما گفتی. و جالب اینه هر حادثه هم برای کارگرها اتفاق میفته، یا مثلا اون طرفی که اون دوتا خانم آتیش گرفته از در خیابون جمهوری از پار گفتن پایین، گفتن پله های نبردبان مقصر بوده چون باز نشده، یعنی همه چیز مقصرن غیر از مسئولین. آقای اوسانلوی عزیز ببینید، شما در جریان هستیم، بسیار از بینندگان ما نیست که در فرگوسن میزوری اینجا جوانی کشته شد، مایکل براون، توسط پلیس.
که احتمال میداد مثلث اون جوان در سرقت‌های دست داشته. مردم از ثانیه‌ای که آگاه شدن ساکت ننشستن، افراط هایی هم صورت گرفته از طرف مردم، تردیدی نیست، اون هم به خاطر اینکه حقوقی دارن که پلیس به هیچ وجه نمیتونه اونا این حقوق نادیده بگیره. و بقیه قضایا بینندگان ما در جریان هستن. حکومت ایران ابراز نگرانی کرده که چه خشونت به کار برده پلیس و با مردم چنین کرده و چنان کرده و از این حرف. از طرف دیگه با وزارت خارجه آمریکا واکنش نشون داده که آقا جان شما کار به این کارا نداشته باشین، در کشورهای مثل خود ایران چه اتفاقاتی میفته. حرف من این هست، خود شما اشاره کردین، چطوری میشه روز روشن جلو مردم ماموران دولتی بیان و یک انسانی رو جلو چشم بچه 14 سالش به غرق برسونن، بعد مردم بگن اگر ما نیم ساعت 10 دقیقه زودتر رسیده بودیم، دخالت کرده بودیم، نکرده بودیم، چطوری میشه مردم شاهد باشن؟ حالا میرن به اعدام ها رو میستن تماشا میکنن، اون یه بحث دیگه است، ولی این جلو چشمشون. اتفاقا تأسف بر این هست که بر اثر سرکوب های وحشتناک، کشتارهایی که در دهه 60 شد، هزاران نفر رو کشتن از روشنفکرها، مبارزین، کسایی که جرأت داشتن بالاخره یک عقیده به انتخاب کنن، به میدونی بیان، حرفی بزنن، و همچنین سرکوب های شدیدی که پس از اون شد، طولانی تر کردن جنگ و به کشتن دادن جوان ها و انسان هایی که احساس مسئولیت داشتن در اون جبهه ها و شیمیایی شدن اونها، و بعد خانواده هاشون که دیدن اینا هر کجایی که ایستادگی کردن متاسفانه هزینه های گزافی دادن، و از سوی سیستم حکومتی و از سوی مردمی که در کنارشون بودن آنچنان حمایت هایی برای اینها به وجود نیومد، و ذره ذره امید و روحیه مبارزه و تقابل رو در طی این 35 سال حکومت همینجوری از چنگ مردم گرفته و با ایجاد رعب و وحشت و سرکوب و کشتار و اخبار اعدام و اعدام در ملای عام، شلاق زدن در ملای عام، هر کاری رو کردن که رعب و وحشت رو با سرکوب قرون وسطایی بر جامعه حاکم کنن. خب در یه بخشی هم موفق شدن که متاسفانه همین ترس مردم از دخالت در امور اجتماعی و دخالت در اینکه یه درگیری رو میبینن. ولی مسئله اساسی این هستش که این نگاهی که الان تو بدنه جامعه حکومت موفق شده بده، برای اینکه یه نسلهایی هم الان عوض شدن تو این 35 سال شما نکنه، خیلی هایی که اون موقع 50 ساله بودن الان 80 سال به بالا شدن یا فوت کردن. خیلی از مردم عادی که اون زمان خاطراتی داشتن، مثلا 20 ساله بودن، 30 ساله بودن، الان 50 60 ساله شدن، توان حرکت های اجتماعی ازشون گرفته شده. اکثریت جوان ها، جمعیت ایران زیر 40 ساله ها، کسایی که تو همه جمهوری اسلامی از تو محیط مدرسه با سرکوب، با خفشو، با شعارهای اول صبح الله اکبر خامنه ای رهبر بزرگشون کردن، و اصلا اینا خیلی هاشون خاطراتی از گذشته مبارزاتی نداره. مسئله گذشته نیست آقای اوسانلو، عذر میخوام، وقتمونم رو به اتمام، مسئله گذشته نیست. درسته در مدارس این کار میکنن، درسته در مدارس از کلاس اول آدم فروشی رو تدریس میکنن، ولی بسیاری هم نمیپذیرن. در خانواده ها مواظب هستن بچه هایشون رو درست تربیت کنن، و و و و آدم فروشی تدریس کردن که به بچه یاد میدن پدر مادر دیشب در خانه چه کردن، مشروب خوردن یا نخوردن، بگید نمره 20 میگیرن. یعنی تعلیم آدم فروشی، همون کاری که در آلمان هیتلری زمانی محدود کردن. بحث من این نیستش که گذشته پیش از انقلاب یا مبارزه، بحث من این هست یک تهرانی پایتخت ایران صبح بلند میشه با چندین مشکل، اصلا سیاست به کنار، یعنی ببینید هوای آلوده داره، غذایی که میخواد بخوره آبش احتمالا آلوده است، از لوله کشی آبش در بسیاری از مناطق آلوده است، همین الان جنوب پایتخت مشکل داره، سبزی آلوده، برنجش آلوده است، داروش آلوده است به بیماری های مختلف، ده ها مسئله ریز و درشت داره، هوای مسموم رو تنفس میکنه، تفریحش هم شده اعدام سر کوچه مثلا به داد زدن. حرف من میخوام فقط سر در بیارم از نظر جامعه شناسی که چجوری یک میسته یک جامعه و جلوش یک کارگر دست فروش رو جلو بچهش میکشن.
این یک رمان میشه در مثلا روسیه تزاری، حتی میشه برادران کارامازوف بخشی شد. شما میخونین شرح همین ماجراست که کوده کسی جلو فرزند 10-12 سالش سیلی میخوره از یک پلیس، و چه فاجعه ای هست در بخش این رمان بسیار معروف تاریخ ادبیات بشری. مختصر بفرمایید، ممنونتون میشم. عرضم این است که موقعی که توی جامعه آزادی نیست، نهادهای مدنی نیست و رشد فردی و اجتماعی به هم پیوند نمیخوره، انسان ها اساس شهروند بودن، حق مدار بودن، صاحب حق بودن رو آموزش نمیبینن، اون خصلت های ویژگی ذاتی انسانیشون هم در یک فرایند 30 و چند ساله که ازشون داره گرفته میشه، اون صاحب حق بودن، حق دخالت کردن در امور، نتیجهش این میشه که شما میبینید حتی در یک چنین اتفاقی هم به دلیل اینکه مردم خودشون صاحب حق نمیدونن که حکومت رو باید زیر سوال ببرن، عوامل حکومت رو باید جلوشون بگن که تو چی کاره یک کتک بزنی یا بکشی. این واقعیت که هزینه های اجتماعی خیلی بالا رفته توسط حکومت و آگاهی اجتماعی رو سعی کردن خیلی پایین بیارن، همین که این همه پارازیت میکنن در کنار آلودگی های دیگه ای که شما گفتی، چرا؟ همین که این همه سانسور و کنترل رو شنود میکنن، چرا؟ که سطح آگاهی مردم بالا نره، مردم حقایق رو نشناسن، درجه حقوقشون رو نشناسن. مردمی که به حقوق خودشون به عنوان شهروند آگاهی نداشته باشن، برای فردیت خودشون به عنوان انسان اون ارزش رو قائل نباشن و اینها رو تودوار به دنبال خودشون بکشونن، به این نقطه هم کم کم میرسه که بی توجهی پیدا میکنن به عمیق‌ترین مسائل انسانی، از جمله دخالت در دفاع از زندگی یک انسان دیگه. بله. سپاسی دوباره از آقای اوساندوی عزیز. پی میگیریم تفسیر خبر را از شبکه تلویزیونی ایران فردا، با امید به روزی که نه تنها کارگران ایرانی بلکه همه طبقات، مردمان زحمتکش ایران از معلمان و بقیه اقشار و طبقات در رفاهی که شایسته اون هستند، شایسته زندگی بهتری که هستند زندگی کنند. با امید به چنین روزی. آقای علیرضا رضایی، طنزپرداز ارزشمند ایران، با من و شما هستند، این بار هم از فرانسه. سلام به شما آقای رضایی عزیز. سلام به شما و بینندگان نازنین از همون فرانسه که شما گفتید. آقای رضایی عزیز، خبرها زیاد هست، اما در میون این خبرها یکی هم استیضاح آقای فرجی دانا هست، وزیر علوم هست. ایشون اومد یه فهرستی رو اعلام کرد، بورسیه ها، و بعد از این بودش که عذرش رو تقریبا خواستن دیگه. شما اطلاعات دقیق تری احتمالا دارید با ذره‌بین طنزی که میبینید اوزار. بالا این وزارت علوم از پارسال که دعوا مرافعه بود سرش، یکی وزارت آموزش پرورش، یکی وزارت علوم، و به هر صورت تو اون شرایطی که تو یک سال نمی گذشته ما گذروندیم، یه موقعی مجبور شدیم انقدر به هر صورت، چون از اون فاجعه دوره احمدی نژاد جدا می شدیم و از اون داشتیم می گذشتیم، زیاد نمی تونستیم گیر بدیم به این بر. مثلا آقای فرض کنید که نجفی وقتی مجلس داشت تلایتش رو بررسی می کرد، ایشون آمار که میخواست بده در دفاع از خودش گفت مثلا من دیروز تا حالا 800 تا اسمس گرفتم که گفتن تو رو قرآن تو وزیر شو. اینو مثلا یه وزیر پیشنهادی احمدی نژاد اگه گفته بود ما 2 سال باهاش جوک میساختیم، که خب مثلا این نشون میده که حداقل 800 نفر در ایران شماره تلفن آقای نجفی رو دارن، و این البته دلیل بر عدم کفایت، عدم به قول معروف توانایی ایشون برای اداره وزارتخونه نیست، بسیار آدم به هر حال قابل مدیری است، ولی خب این جوکایی هم که موقعی در دفاع خودشون میگن با مزه است.
اگر به هر حال وزارت علوم رو مشخصا از پارسال اینا یعنی مشخصا دولت و مجلس هم دیگر رو زدن و کشتن تا رسید به این آقای فرجی دانا که به هر صورت یه رأی اعتمادی آورد و وزیر شد. اولین بار پاییز پارسال سر این آقا بحث که شما به هر صورت دیدن که دو سه ماه ایشون وزیر، نه اتوبوس دانشجویانی رفته تو در، نه مثلا تو دانشگاه شریف ضرب و شتم شده، نه مقبره شهدای افتتاح شده در دانشگاه تهران. دیدن هیچ کدوم این اتفاقا نیفتاده. خب مجلس برایش سوال پیش اومد، مجلس حق داره که سوال بپرسه که آقا در مدتی که شما وزیر بودی چرا ما گلزار شهدای مستقر در دانشگاه تهران برای چی خب گسترش پیدا نکرده؟ به هر حال این حق نمایندگان مجلسی که سوال بپرسن. یا مثلا آقای فرجی دانا به محض اینکه وزیر شد اولین کاری که کرد رئیس دلسوز دانشگاه علامه طباطبایی رو برکنار کرد. متاسفانه رئیس سابق دانشگاه علامه طباطبایی یکی از پیشروان صنعت زوج و فرد خواهران و برادران بود، ایشون صاحب سبک بود اصلا برای خودش، برای در مورد مسئله تفکیک جنسیتی و نزدیک بود اصلا روزانه شبانه کنه، بگه مثلا روزا خواهران بیان شبا برادرها، یا مثلا هفته های زوج خواهرها بیان. متاسفانه ایشون بلافاصله برکنار شد و مجلس حق داره در مورد این چیزها سوال بکنه از آقای فرجی دانا که آقا شما به سمت کدام ابتذال داری میبری دانشگاه ها و محیط های پاک علمی ما رو. اینها گذشت بر صورت تا امسال که دیگه حجم سوالات به قدری زیاد شد، ایور دانشجوهای ستاره دار برگشتن دانشگاه، یه سری اساتید رو که آقای دوره آقای احمدی نژاد وزارت علوم با زحمت فراوون اینها رو بازنشسته کرده بود و پاشون از دانشگاه بریده بود، اینها دوباره برگشتن به دانشگاه ها و دانشگاه مستقیم داشت به سمت ابتذال میرفت که خوشبختانه مجلس در یک اقدام بجا و شایسته بدون اینکه کسی از جایی اشاره‌ای بکنه یا دستوری بده مستقلا اقدام به استیضاح ایشون کرد. یعنی داشت سرسامانی میگرفت دیگه، سرسامانی که ابتذاله دیگه، بالاخره از طرف نمایندگان مجلس اینطوری دیده میشه، یعنی از مجلس اینطوری دیده میشه. همینطوری اصلا هست، از هر جایی نگاه کنیم به همین شکل هست. اینکه این اتفاق در نظام اسلامی میافته ابتذاله. خب آقای رضایی ببینیم، خیلی هم اینو گفتن، من نمیدونم شما به من خواهی گفتید، این بورسیه ها خیلی هاشون برای بچه ها و دختر خاله و پسر خاله همین مجلسیان بودن، اهل مجلس بودن و از این بابت یه مقداری هم ناراضی کفق هم دارن دیگه، بورسی قد شده دیگه. ولی یه سری در این هم با معدل 12 طرف خب بورسیه گرفته بود. البته خب ببینید فرق میکنه، در مثلا خانواده ای که میانگین نمرات دانش آموزان خدایی نکرده، اگر خانواده ای البته اعضای مجلس ما مدرسه هستن برن، اگر برن میانگین مثلا نمرات در حد 5 و 6 و مثلا اینا، خب 12 شاگرد اول مثلا نابغه خانواده حساب میشه. بعد فرض کنید که این عزیز خجسته رو با معدل 12 بهش بورس علاق گرفته و برای مطالعه ادبیات فارسی از ایران فرستادنش خارج. خب این حق خانواده نماینده مجلس هست که به هر حال فرزند اون خانواده، فامیل اون خانواده برای ادبیات فارسی، یا مثلا برای تفسیر المیزان اینا مثلا بورس بهشون داده بودن که از آمریکایی جایی فلان بله بله، اصلا اینا داشتن زیره رو به کرمون میبردن یا میخواستن بیارن به کرمون یا میبردن از کرمون، یا به هر حال اینا حق مجلس بود که متاسفانه آقای فرجی دانا. اما یه اتفاقی که این وسط افتاد این بود که من نمیدونم گاهن چرا آقای روحانی هی سعی میکنه ما یاد احمدی نژاد بیفتیم، با اینکه همین چند وقت پیش ایشون سخنرانی کرد والا بلا اون دوره تکرار نمیشه، به پیر به پیغمبر فلان میثاق قسم خورد آیه فلان، اما سیر اتفاقاتی که آدم نگاه میکنه مشخصا راجع به این وزارت خونه وزارت علوم، این اتفاقایی که افتاد،
خب اونا اول میان میگن که فرجی دانا، مجلس اول اومد گفت فرجی دانا چرا اینطوری و اونطوری، بعد یه دفعه ای اینا اومدن لیست بورسیه های فک و فامیل های نماینده های مجلس رو کردن، دولت رو کرد، بعد مجلس اومد گفت اصلا ببینم خود روحانی از کجا مدرک گرفته. یعنی به نظر من روحانی کاملا افتاد تو زمین عزیزان دلواپس و در اونجا الان مشغول خدمتگذاریه. این چیز شد بعدم که وزیرشو زدن، دو تا مثلا از آدمایی رو که اصلا کل نظام باهاشون مشکل داره، یکی همین آقای نجفی، یکی همین فرجی دانا و میلی منفرد که گزینه سابق وزارت علوم بود رأی نیاورده بود، اینها رو کرد معاون. اینا خب کارهایی که بنیانگذارش اتفاقا شخص آقای احمدی نژاد بود، یعنی وقتی مثلا مشایی بهش اجازه نمیدادن که کاری انجام بده، یه دفعه احمدی نژاد یه حکمی میزد معاون خودش میکرد، بعد رو کم کنی که این الان این رو کم کنی که داره بین دولت و مجلس اتفاق میفته، اتفاقا بسیار پدیده خجسته ایه. من فکر میکنم همینجوری پیش بره، به امید خدا مردم سه سال دیگه با اشتیاق میرن دسته دسته به سعید جلیلی رأی میدن. اصلا خب ببینه آقای رضایی، این قضیه شما احمدی نژاد کارش، آقای روحانی گفت تکرار نمیشه، دولت احمدی نژاد بالاخره اگرم زمزمه ای داشت خاموش شد. این تفکیک جنسیتی واقعا چرا تا به حال انجام ندادن؟ خواست دشمن بود چی بود؟ چون آقای علم الهدا اونجا در مشهد گفته که اصلا این داستان داره لطمه میزنه، این تفکیک جنسیتی های انجام نشه و این دختران ساپورت پوش و اینها همه دارن لطمه میزنن به اقتصاد کشور. یعنی اقتصاد قد ظریف دختران ساپورت پوش هم بهش لطمه میزنن. این تفکیک جنسیتی در دولت احمدی نژاد نشد، الان داره میشه. این مزیتی نیست بر دولت احمدی نژاد، آقای روحانی و گروهشون. آقای روحانی والا همش مزیته، نسبت به همه اصلا مزیته. به هر حال ما علل حساب شرایط یه جوریه که مجبوریم آقای روحانی برامون مزیت باشه. ایشون همین روز استیضای وزیرش پاشد رفت اردبیل، روز چهارشنبه ایشون قرار دیدار گرم و صمیمانه داشت با مردم اردبیل، اولش یه نامه داد گفت استیضا و لطفا بندازین سه شنبه، بعد مجلس گفت نه. ایشون ولی چهارشنبه از سفرش نه. ایشون یکی از مزیت‌های ایشون اینه که سفراشو لغو نمی‌کنه، آقای احمدی نژاد گاهن لغو می‌کرد و رفت اردبیل، مثلا حدود 5 کیلومتر ملت تو دنبال ماشینش دوند دوباره و تصاویرش منتشر شد، یه عده دوباره پاکت نامه و دنبال نامه و ایشون از سقف ماشین اومده بیرون بای بای میکنه و خیلی با حالت ذوق دندوناشو نشون میده. خب خیلی این مهمتر بود نسبت به اینکه ایشون بخواد وقتشو تلف کنه و بره تو مجلس از وزیرش بخواد دفاع کنه. اینا همش مزیته. تفکیک اردبیل به خاطر اینکه این شهر قبلا استانداردش، یعنی منطقه استانداردش احمدی نژاد بوده چی بوده؟ ما البته دیگه هر جای ایران پا بذاریم احمدی نژاد یه گلی کاشته اونجا قبلا. حالا اردبیل رو بره، مشخصا استاندارش بوده احمدی نژاد و اینا، این خودش اصلا یک ضربه مهلکی به پیکره دلواپسان وارد کرد و تونست یک تنه سفر کنه به شهری که قبلا یکی از به هر حال هدای اون تیم دلواپس و نگران و اینا اونجا استاندار بوده. این خودش ضربه مهلکی بود، مخصوصا که دوره احمدی نژاد مردم حد اکثر 3 کیلومتر دنبال ماشین رئیس جمهور میدویدن، الان زیر 5 کیلومتر نمیدوئن. یعنی انقدر میره که دیگه همینجوری بدوئن و یه عده خستش هم بیفتن اون پشت، که اینا همش خودش مزیت هست. تفکیک جنسیتی هم روی همه مزیت های دولت آقای روحانی مزیت بزرگی است که واقعا فکر نمی کنم تا ده ها صد ها سال آینده تکرار بشه. به طور کلی آقای روحانی مزیته اصلا خود ایشون وزه. حالا یه دعوایی هم مذارت میخوایید، دعوای کوچولوی چون یه مثلا همین بحث استیزا مارمزون همین یه 20 روز پیش یه ماه پیش یه افطاری در بیت رهبری برگزار شد که خود این آقای فرجی دانا هم نشسته بود، بعد اونجا یه سری از برادران عزیز زحمتکش واحد بسیج دانشجویی که اونجا تشریف داشتن شروع میکنن به شعار دادن بر علیه وزارت علوم در حضور مقام معظم رهبری و ایشون بر صورت با اون تبسم زیبای الهی خودشون
نه اینکه نخوان چیزی بگن، یعنی نه اینکه نتونن یا نخوان، نمیدونم، وحی شد اون لحظه به ایشون که حرفی نزنه. اونا رفتن اونجا در حضور خود وزیر علوم بهش فحش دادن و مقام معظم رهبری هم تبسم کردن که خب به هر حال ما سیره اولیا و انبیا رو وقتی بررسی میکنیم از این مدل تبسم ها ما در تاریخ اسلام زیاد داریم. یه مقدارش هم اونور میبینیم در داعش و اینور، هم البته نمونه هاش هست نیست از این نوع تبسم ها. داعش که کرکر خنده است دیگه، تبسم که تبسم فقط در داعش، چهره هاشون نورانی نیست حقیقتشو بخواین. من هر چی این صحنه های موقعی که داره سر میباره اینا نگاه میکنم، اینم چهره هاشون نورانی نیست دیگه، بابا چون زیر نقاب و این چیز هست دیگه. و به صورت ما دو سوم ما دیدین چقدر نورانی بود، ما دو سوم متعلقین و وابستگان این نظام رو هم آخه پشت نقاب ببینیم. اگه تو خیابون میان به هر صورت همین مسئله ساپورت، یعنی برای کنترل ساپورت که مبادا به اقتصاد لطمه بزنه، اینها اکثرا با نقاب و چشای اینجوری و اون صحنه های اعدام در ایران وقتی منتشر میشه، عزیزانمون همه، یعنی راهی رو که داعش الان داره میره عزیزان 30 سال رفتن، اینا کلا نینجا بهش میگن، اینا سرشون میکنن جای چشا و دهن و این شکلی که بسیار چهره رحمانی، بسیار چهره زیبا، و همین باعث میشه که شکر خدا این رعب و وحشتی که دنیا خیلی بیجا از اسلام داشت و این اسلام هراسی که داشت، این کاملا رفع بشه. دیدن این تصاویر، پخش این چهره ها، نمونهش این که شما اگر در پاریس در مترو بلند بگید الله اکبر، در جا به دلیل ایجاد رعب و وحشت به 6 ماه زندان محکوم میشین. این کجای دنیا و در چه دینی و آیینی ما چنین چهره رحمانی داریم که به هر صورت عزیزان ارائه دادن. خب آقای رضایی عزیز، ببینید صحبت چهره نورانی شد، ما چهره نورانی کم نداشتیم از اول انقلاب تا الان، از خلخاله بگیرید تا لاجوردی زندان، قاضی صلواتی، پور محمدی، چهره نورانی اصلا ولت ولت شما میتونید برق صادر کنید از همچین چهره هایی، و الان بازم هستن، حتما هستن کسان دیگه که میشناسیم، زندانبانهایی مثل بختیاری یا بقیهش، اینها هست. اما نکته اینه که در یه همچین شرایطی بازم قفلت نمی کنن از خشونت در جای دیگه، مثل فرگوسن در میزوری، اینجا که میدونیم یه جوان سیاه‌پوست کشته شد به وسیله پلیس. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی گفته آقا مواظب باشیم، به پلیس هشدار داده آمریکا که خشونت نکنین با مردم، درست نیست، کار درست نیست، خلاف شرع و همه این صحبت هاست. تفسیر شما رو میشنم. بسیار نکته مهمی به نظر از منظر انسانی قضیه، کار به جای وزارت خارجه ایران، که خب یه عده فکر میکنم وزارت خارجه فقط کارش اینه که جواد ظریف رو با پتو بفرسته برای مذاکرات، برای دیدار خانم اشتون که حالا انقلیب ظاهرن عوض هم میشه اینا، و برای این کارا، در صورتی که وزارت خارجه ما یکی از کارهای اساسیش ابراز نگرانی نسبت به نقض حقوق بشر در جاهای مختلف جهانه. در امریکا خب یک عزیزی کار خاصی نکرده بود، ایشون قصدش با چاقوی پلیس رو بزنه، این اصلا کار عجیبی نیست، این اصلا یک کار بسیار ساده و نرمالی است که ممکن همه جای دنیا، و پلیس بیرحم و جنایتکار امریکا این آدم رو با گلوله زد و متاسفانه کشت. در صورتی که خب شما در داخل خود ایران وقتی نگاه میکنید، تا به حال هیچ وقت نشده کسی از معترضین بخواد پلیس رو با چاقو بزنه، بلکه برعکس پلیس معترضین رو با چاقو میزنه، و این اصلا خودش یکی از تفاوت‌های بسیار بزرگ ما، چه از نظر نحوه اعتراض و چه از نظر برخورد مسالمت‌آمیز پلیس. در صورت در امریکا ممکنه معترضین با چماق و سنگ و چاقو مثلا یه موقعی حمله ور بشن، در ایران معترضین سر جاشون وایسادن، اصلا بدبخت کار خاصی هم نمی کنن، همین وایسادن.
بعد یک عده با چماق و سنگ و چاقو بهشون حمله میکنن، یک عده هم که خب به هر صورت تفنگ دارن و میزنن دیگه. چون مثلا ببینید مرحوم ندا سلطان یا خیلی از کشته شدگان سال 88 که توسط همین امریکایی‌ها در تهران کشته شدن در جریان اعتراضات، در جریان راهپیمایی سکوت، امریکایی‌ها اومدن یه سری از معترضین ما رو کشتن رفتن. یا مثلا برادرزاده آقای میرحسین موسوی رو انگلیسی‌ها کشتن. ما حتی رفتیم خوندیم، تحقیق کردیم و دیدیم که یک تفنگ‌های انگلیسی‌ها ساختن که از لندن تو تهران راحت میتونن آدم بکشن و اسنادش هم که بعدا منتشر شد. در زندان کهریزک هم که یه عده خودشون مردن دیگه. خودشون مردن، یه عده مثلا عرض کنم که پزشک مثلا زندان کهریزک این رو مشخص شد اسرائیل یه سری دارو توی سالادش ریخته بود. اینا تمام اسنادش هست، اینا اصلا چیزایی نیست که ما ادعا کنیم و همینجوری بگیم. متاسفانه این کارو میکنن. در صورت فرق اعتراض و برخورد مسالمت آمیز پلیس در ایران و امریکا اینه که با هر گونه سلاح سرد و گرمی خود پلیس زحمت میکشه به محسن حمله میکنه تو ایران. یعنی اصلا نیازی نیست کسی هم کار خاصی بکنه. ما جریان اعتراضات مثلا از کوی دانشگاه سال 78 تا الان رو نگاه کنیم، با هر گونه سلاحی که از زمان حضرت آدم تا الان اختراع شده به مردم حمله شده تا الان. یعنی مورد ضرب شده جای چاقو هست، غیر از منجنیق که تو خیابونهای تهران جا نمیشد بیارن، با بقیه ابزار بر صورت سرکوب که بشر اختراع کرده به مردم ما حمله شده. در صورتی که در امریکا برعکس، بر صورت معترضین هم گاهی به پلیس حمله میکنن، 50-50 میشه بازی، که برای جنایت اینا همش جنایت. خب آقای رضایی عزیز، بله شرکت اشاره شما البته بیشتر به دومین مقتول حوادث فرگوسن هست که با چاقو قصد حمله به پلیس داشت و فیلمی که گزارش کردن در صحنه بودن، در اونجا بودن، گرفتن از جمله CNN. این فیلم هست، ویدئوی این هستش. در این میان برگردیم به وزارت علوم. به طور مختصر در یه همچین شرایطی هست، وزیر علوم رو استیضاح میکنن، میبینیم یه دختر ایرانی، یک بانوی ایرانی برنده جایزه ریاضی میشه. این یه توطئه بین المللی نیست نظر شما؟ برای یه توطئه بین المللی در داخل بودی. 15 سال پیش این خانم در اتوبوسی بود که به ته دره رفت، اتوبوس راهیان نور، چون در صورت در ایران نخبگان، تیزهوشان و اینها رو برای سینه زنی سوار اتوبوس میکنن، برمیدارن میبرن فکه، مثلا میگن مناطق عملیاتی اونجا ببینیم اینا که درسشون خوب باشه. ایشون توی اون اتوبوس بود و زنده موند. عمق جنایت رو شما ببینید، ایشون در اون اتوبوس زنده موند و الان متاسفانه بدون حجاب میره مدال معتبرترین نشان ریاضی جهان رو میبره بدون حجاب اسلامی و متخصصین فتوشاپ داخلی رو وادار میکنه برای برصورت نمیتونم بگن دیگه. حالا بعضی خبرگزاری ها اسمش هم خب نمیتونستم بگن، یه سری به هر حال ملاحظاتی داره اینا. از نظر این که به هر حال ما ممکنه مرد مسلمان این خبر رو بخونه و تحریک بشه برای جلوگیری از این، مثلا ممکنه بگن این خانم مدال ریاضی برد و مرد مسلمان تحریک بشه، پیش اومده اینجوری و ناچار بودم بدون اسم هستن چی چیزی درست، مجبور شدم بدون اشاره به اسمش بگن این مدال ریاضی برد و یه تخت سیاهی هم تو عکس گذاشته بودن و اینا. بر صورت عمق این جنایت رو جا داره که وزارت خارجه ما یه اطلاعیه جداگانه بده و محکوم کنه از اینکه امریکای جهانخوار نجات یافتگان حوادث طبیعی ما رو به این شکل در دامان خودش پرورش میده و باعث میشه که مدالای عجیب غریبی ببرن که مورد هیچ کدوم مورد تایید حوزه علمیه نیست. خوبه، البته خوب اینم هستش که خانم مریم میرزاخانی معتقد هستن همچنان که 2-2-4 چون ریاضیدان هستن، حال اون که بیش از 35 سال هست بر اساس تصمیمات روشنگرانه بنیانگذار جمهوری اسلامی 2-2 دیگه 4 نیست، تقریبا 300 تا. بله بله، یعنی بیشتر از این حرف هست، یعنی
323 تا همچی چیزایی است و ارقام مختلفی است، دو تا جوابای مختلف داره. این ریاضیات نوین است در ولایت فقیه. سپاس بسیار داریم از شما آقای علیرضا رضایی عزیز، با سپاس بسیار. به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم، با امید به فردایی بهتر، با برآمدن آفتاب از فراز تفتان، البرز، سندو، سبلان، کوهساران دراک، دلهو، آسماری و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین. روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار. Thank you.